تو این ویدیو مواد غذایی مفید برای جلوگیری از بواسیر رو میخواییم بهتون معرفی کنیم. همچنین نبایدهایی رو که باید برای جلوگیری از بواسیر رعایت کنید رو بهتون میگیم و خوشحال میشم که همراه ما باشید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. بواسیر یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دردناکه و افراد میانسال اکثر این بیماری رو تجربه کردند. بیماری بواسیر بعد از پارگی آسیب دیدگی رگ‌های کنارهای مقعد به وجود میاد. یبوست یکی از علت‌های اصلی این بیماریه که یکی از راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بواسیر جلوگیری از یبوسته. حالا چه مواد غذایی برای جلوگیری از بواسیر مفیده؟ شماره 1. حبوبات. وقتی میخواهید از ایجاد یا شله‌ور شدن علائم این بیماری جلوگیری کنید، یکی از مهمترین قوانینی که باید رعایت بشه اینه که اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی فیبر دریافت میکنید. دو نوع فیبر در مواد غذایی وجود داره، محلول و نامحلول. فیبر محلول در دستگاه گوارش مثل ژل ماننده و توسط باکتری‌های مفید در روده قابل هضمه، اما فیبر نامحلول به افزایش حجم مدفوع کمک می‌کنه و برای منظم شدن دفع مدفوع بدن نیاز به هر دو نوع فیبر نیاز داریم. حبوبات دانه‌های خوراکی گیاهی هستند که جزء فاباکی محسوب میشن. لوبیا، عدس، نخود فرنگی، سویا، بادام زمینی و نخود از جمله حبوبات پر مصرف در جهانن که حاوی هر دو نوع فیبره و اما از نظر فیبری بسیار غنی هستند. یک فنجان عدس پخته شده 16 گرم فیبر داره. این مقدار تقریبا نیمی از نیاز روزانه مردان به فیبره. اکثر بزرگسالان باید بین 21 تا 38 گرم فیبر در طول روز مصرف کنن، البته بسته به سن و جنسیت متفاوته. عدس و سایر حبوبات میتونه حجم مدفوع رو زیاد کنه و باعث بشه برای دفع نیاز به زور زدن نداشته باشید. این امر میتونه به جلوگیری از بواسیر یا کاهش علائم این بیماری کمک کنه. مورد بعدی، غلاته. مانند حبوبات، غلات غنی از فیبرن. غلات کامل به ویژه از نظر فیبر نامحلول سرشار هستند. فیبر هضم غذا را راحت میکنه و میتونه به کاهش درد و ناراحتی ناشی از هموروئید کمک کنه. به خاطر داشته باشید که منظورمون از غلات کامل هستش و آرد و نان گندم سفید نیست، بلکه منظورمون آرد و نان سبوس داره. علاوه بر گندم سبوسدار، جو، ذرت، کینوا، برنج قهوه‌ای، چاودار کامل و جو دوسر جزء غلات کاملن. بلغور جو دوسر گزینه‌ای بسیار مناسبیه. این ماده حاوی نوعی خاص از فیبر محلول به نام بتا گلوکانه که در بدن عملکردی مثل پروبیوتیک داره و از میکروبیوم روده حمایت میکنه. هنگام خرید جوی دوسر این نکته رو به خاطر داشته باشید که جوی دوسر پرک نشده مدت زمان بیشتری برای پخت و پز نیاز داره. این نوع جوی دوسر بیش از 5 گرم فیبر در هر وعده معادل 1/4 لیوان داره. در مقایسه با اون در همین مقدار جوی دوسر پرک شده حدود 4 گرم فیبر یافت میشه. مورد بعدی، کلم بروکلیه. سبزیجات کریستالی مثل کلم بروکلی، گل کلم، کلم بروکسل، آروگولا، بوکچوی، کلم پی، تروبچه، شلغم و کلم کالی هستند که برای جلوگیری از بواسیر مفیدن. اگرچه این سبزیجات بیشتر به دلیل خاصیت ضد سرطانی شناخته شدن، اما فیبر نامحلول زیادی دارن. همه این مقدار فیبر نامحلوله که میتونه باعث افزایش حجم مدفوع بشه و همچنین منظم نگه داشتن روند دفع روده میشه. مورد بعدی، کنگر فرنگیه. کنگر فرنگی با فیبر غنی شده هستش، به طوری که هر 128 گرم از اون 7 گرم فیبر داره. مانند بسیاری از مواد غذایی سرشار از فیبره و به تغذیه باکتری های مفید در روده کمک میکنه. بنابراین یادتون نره که کنگر فرنگی رو هم در لیستتون بذارید. مورد بعدی، ویتامین کاه. ویتامین کا برای انعقاد خون لازم و ضروریه. مواد غذایی حاوی این ویتامین در صورت بواسیر خونی مفیده. از بین این مواد غذایی میشه به سبزیجاتی مثل برگ سبز، اسفناج، کلم پیش، کاهو و مارچوبه اشاره کرد. مورد بعدی، سبزیجات ریشه‌ایه. سبزیجات ریشه‌ای مثل سیب زمینی شیرین، شلغم، چغندر،
روتاباگا و هویج و سیب زمینی پر از مواد غذایی هستند که سرشار از فیبرن و در هر وعده 3 الی 5 گرم فیبر رو میتونن برای شما به ارمغان بیارن. وقتی صحبت از سبزیجات ریشه‌ای میشه این نکته رو به خاطر داشته باشید که بخش زیادی از فیبر موجود در این خوراکی‌ها در پوستشون نهفته است. بنابراین سعی کنید این سبزیجات رو با پوست مصرف کنید. علاوه بر این سیب زمینی پخته و خنک شده حاوی نوعی کربوهیدرات معروف به نام نشاسته مقاومه که قابل هضم نیست. مانند فیبر محلول نشاسته مقاوم نیز به تغذیه باکتری های روده کمک میکنه. از اونجا که این سبزیجات یبوست رو کاهش میدن، مصرف اونها ممکنه از ایجاد علائم هموروئید جلوگیری کنه. بهترین راه برای گنجاندن سبزیجات ریشه‌ای در رژیم غذاییتون تفت دادن، بخارپز کردن یا پختن اونهاست. مورد بعدی کدو تنبله. کدو تنبل فیبرش رو وارد بشقابتون میکنه. در هر فنجان معادل 205 گرم کدو تنبل 9 گرم فیبره. مورد بعدی فلفل دلمه‌ایه. یکی دیگه از سبزیجات عالی برای مصرف برای جلوگیری از بواسیره. فلفل دلمه‌ای در هر گرم تقریبا در هر 2 گرم مقدار زیادی فیبر داره و آب فراوانی هم در خودش داره و بدن رو آبرسانی میکنه. مورد بعدی کرفسه. مثل فلفل دلمه ای آب زیادی داره و حاوی فیبره. مدفوع شما رو نرم میکنه و با مصرف اون دیگه نیازی نیست برای دفع زور بزنید. این سبزی ترد رو داخل سالادتون خورد کنید یا اون رو به سوپ و خورشتتون اضافه کنید. مورد بعدی خیار و ملونه. خیار و ملون مثل فلفل دلمه یا کرفس روش خوبی برای وارد کردن فیبر و آب به دستگاه گوارشتونن. فقط یادتون نره که خیار رو حتما با پوست مصرف کنید، زیرا پوست خیار بیشتر از خود خیار فیبر داره. مورد بعدی گلابیه. یک گلابی متوسط 6 گرم فیبر داره که 22% از نیاز روزانه رو تقریبا برطرف میکنه. گلابی میان وعده عالیه، اما میتونید از اون در خورشتاتون هم استفاده کنید. مورد بعدی سیبه. سیب هم مثل گلابی دارای مقدار زیادی فیبره. به عنوان مثال یک عدد سیب تقریباً 5 گرم فیبر داره. این ویژگی به نرم شدن حجم شدن مدفوع کمک میکنه، فشار رو کاهش میده و از ایجاد مشکلات گوارشی پیشگیری میکنه. مورد بعدی تمشک. درسته که انواع توت غنی از فیبرن، اما فیبر موجود در تمشک بیشتر از همتایانشه. در هر فنجان تمشک خام حدود 8 گرم فیبر وجود داره و 85% هم از آبه. مورد بعدی موزه. موز با داشتن پکتین و نشاسته مقاوم یه ماده غذایی ایدئال برای کاهش علائم هموروئیده. یه عدد موز متوسط 7 تا 8 اینچی 3 گرم فیبر رو در خودش جای داده، در حالی که پکتین موجود در این میوه ژلی در دستگاه گوارش ایجاد میکنه که حجم مدفوع رو افزایش میده. همچنین موز دارای نشاسته مقاوم هم هست که برای جلوگیری از بواسیر مفیده. مورد بعدی آلوه. آلو نوعی موصل طبیعی محسوب میشه. مطالعات نشون داده که مصرف حداکثر 10 عدد آلو در روز میتونه قوام مدفوع و تحرک دستگاه گوارش رو در بین افراد مبتلا به یبوست بهبود ببخشه. این خاصیت نه تنها به فیبر بلکه به سوربیتول موجود در اون نیز نسبت داده شده. سوربیتول یک قند الکلیه که در روده به خوبی هضم نمیشه. این ماده آب رو به سمت دستگاه گوارش میکشونه و مدفوع رو نرم میکنه و نیاز به استفاده از سرویس بهداشتی رو افزایش میده. مورد بعدی مایعاته. هیدراتی کردن بدن به نرم شدن مدفوع کمک میکنه. میزان مصرف آب به سن، جنسیت و میزان فعالیت بدنیتون بستگی داره. حالا چه چیزهایی رو نباید مصرف کنیم؟ محدود کردن غذاهایی که فیبر کمی دارن ایده بسیار عالی برای جلوگیری از بواسیره. این مواد میتونن یبوست رو بدتر کنن. خوراکی‌هایی که کم فیبرن و باید از مصرفش اجتناب کنید عبارتند از محصولات لبنی، آرد سفید و تمام محصولاتی که از اون تهیه میشه، گوشت قرمز، گوشت‌های فراوری شده مثل سوسیس و کالباس، غذاهای سرخ شده و غذاهای شور. غذاهای ادویه دار هم استفاده نکنید. گرچه این غذاها لزوما کم فیبر نیستن، اما ممکنه باعث افزایش درد و ناراحتی همراه با بواسیر بشن. نوشیدنی‌های کافئین دار هم جزو این لیستن. این نوشیدنی‌ها به خصوص قهوه ممکنه مدفوع رو سفت کنه و استفاده از دستشویی رو دردناک‌تر کنه. و مورد آخر الکله. نوشیدنی‌های الکلی مانند نوشیدنی‌های کافئین دار میتونه مدفوع رو خشک کنه و ناراحتی‌های ناشی از هموروئید رو تشدید کنه. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و موثر بوده باشه و تا ویدیوی بعدی شب و روزتون خوش و خدایا رو نگهدارتون.